در مورد مسموم شدن دختران دانش آموز یا همون حمله بیولوژیکی که هممون الان داریم میبینیم دو تا سوال پیش اومده. البته این سوالات منه، حالا درست و غلطش باز برمیگرده به خودتون. سوال غلط: چرا بچه هاتون رو میفرستین مدرسه؟ سوال درست: چرا باید دولت حمله بیولوژیکی بکنه به چهار تا دانش آموز؟ چرا شما بار مسئولیت رو دارین از رو دوش حکومت برمیدارین میندازین رو دوش خودتون؟ چرا دارین همدیگر رو سرزنش میکنین؟ چرا باید شما الان طلبکار باشین؟ امروز دانش آموزان دختر، فردا دانش آموزان پسر، پس فردا دانشجوها، پس اون فردا ادارجات، همه اومدن گرفتن نشستن تو خونه هاشون. خب چیزی تغییر نمیکنه، چرا صورت مسئله رو پاک میکنین؟ شما الان باید طلبکار باشین، نه تو گارد دفاعی وایسین. ببینی این اتفاق کاملا برنامه ریزی شده است. اینا نرفتن سراغ مهد کودک ها. چرا؟ چون خردسالا هنوز ریاهاشون کاملا شکل نگرفته. نمیرن سراغ مکانهایی که بزرگسالان هستن. چرا؟ چون ریاهاشون رو به فرسایشه و توی این دوتا گزینه احتمال مرگ و میر خیلی زیاد هستش. میان سراغ نوجوونا که ریاهاشون کاملا شکل گرفته و رو به فرسایش هنوز نرفته و احتمال مرگ و میر توشون خیلی پایین هست. شاید از 100 نفر 2 نفر اونم به خاطر بیماری ژنتیکی یا زمینه‌ای که داشتن. و این خودش میشه یه منبع درآمد از سازمان بهداشت و درمان، یه درآمد خیلی بزرگیه براشون. و این همینجوری ادامه داره تا چند سال. این همین نیستش که شما امروز بچت گاز بخوره فردا خوب بشه تموم بشه دوا درمون بشه. نه، این تازه عوارضش 3-4 سال دیگه خودشو نشون میده. من نمیفهمم اصلا، متوجه واقعا نمیشم چرا این سکوت شما. من اصلا متوجه نمیشم برای چیه. دلار 60,000 تومان شده، نه آب دارین، نه برق دارین، نه گاز دارین، نه هوا دارین، نه امنیت دارین.